مردم شهر کابل به خاطر دفاع از حق مسلم خود آمدیم مبارزه کردیم که تا اولوسی جرگه نماینده های مردم افغانستان بدانند که در بینشان مافیا وجود دارد. حرکت ما به خاطر دفاع از حق مردم است. در بین اولوسی جرگه ده ها نفر وجود داره که علیه خدمتگزار شهر، علیه خادم و خدمتگار مردم شهر کابل توطیه میکنن، پیش رئیس جمهور میرن و پیشنهاد میکنن که شهردار کابل تبدیل شود. شهردار کابل به خاطر از این تبدیل شود که بر از اینا شهرکای غیر قانونی نداده، شهرکایشان را رسمیت نداده. شما ببینید ما سند نزد ما وجود است، موجود است. یک فرد شش نمره زمین به خودش، به برادرش، به دیگه برادرش، به بچهش، به بیادرزادش، به داماتش شش نمره زمین. اگر مطبوعات میخواید سندش نزد ما موجود است. ببینین وقتی که رئیس اولوسی جرگی افغانستان شش نمره زمین از شهرداری کابل میخواید به طور غیر قانونی برای بچه، برادر زادش، برادرش، خودش و داماتش، آیا ما فرزند کابل هستم حق دارم یا نه؟ یک. پس بعد از شش نمره زمینم پیشنهاد دیگهش وجود داره که برای رئیس جمهور پیشنهاد کرده. پیشنهادش وجود داره که نوشته کرده که جناب رئیس جمهور ما سرپناه ندارم در کابل. بعد از شش نمره زمین نوشته میکنه که سرپناه ندارم. بالاخره شهردار کابل مجبور میشه که به نمره هفتم تن بده. پس نمره هفتم که تن میده پس میگه به من زمین بلند منزل بده. شما ببینین دوستان نمره رهایشی تا بلند منزل یک نمره سرپناهی که پیشنهاد کرده که حکم رئیس جمهور است، پس بالاخره میایه به بلند منزل. یعنی شش نمره زمین خدا را یک بلند منزل هم باید داشته باشه. پس برادرها ما چهار سال پیشتر علیه خائنینی که داده بسمه دشت پدوله را توضیح کرده بود در اینجا مبارزه کردم. بیاد داره مردم شهر کابل که دشت پدوله را اولوسی جرگی قبلی دوره گذشته دوره چارده برای خود به طور غیر قانونی دبسمایی پروژه را با صاحبی یک جای معامله کردن و میخواستن توضیح بکنن. فرزند کابل بود که مبارزه کرد، پس خائنین را بلند کرد چغلش از او. پس در داخل اولوسی جرگه اول چک زولانه شد. در داخل اولوسی جرگه به خاطر حق مردم کابل، به خاطر از اینکه به مردم کابل ما حق میخواهیم، ما اولچک زولانه میشیم و این ذلت نیست، این افتخار است به خاطر شما. امروز بعد از چهار سال بعد علیه دیگر خدمتگزار مردم کابل که شهردار کابل است توطیه میسازند. هدف راهپیمایی همیست که بوقت یک تعداد منافقین بوده که بر علیه شاول یک تعداد دستهای سیاسی تیار کردند. ما خواستیم که بوقت ما شاول دفاع کنیم. شاول یک قدم کارکن فعال است و تمام ملت افغانستان خصوص بلخصوص بخشهای کابل معلوم است که کابل در این سی سال چهار سال چقدر تغییر کرده. اما چطور مردم پیش شاول شاول محترم وقت توتیه بسته کردن یا خدا نقصه تو بطای ناخرن، اما یک تعداد است بخاطر رفع شخصی خود پیشاور سب شاید پیشاورشان قبول نکرده باشه. وقتی که میخواست بلند مرتبه تیار کنن و اتاق تیار کنن و وقت بلاکات درست کنن به خود شاید کنن مخاطر کنن باشه کی توتیه را کنن کی برمو بیخی به وقت ست فیصد معلوم است. ما خود با فرمان و شاولی هستید برمان معلوم است با چه خود در شاولی فیران کار است. ما با میشه این وقتا خواب نوع هم مدیره نمیتاریم عزیز که فشار کار بر تمام کارمنده های شاولی اگر بر ریاست تنظیف است، اگر ریاست رفت مرخواد است، تمام ریاست های شاولی بسیار کار زیاد است. اما باز هم یک توجه بس نمی کنند یک وقت کار بسیار خلاف انسانیت است. اما ما باید کسی کار میکن از او دفاع کریم، از او پشتیبانی کریم، نه که خدا نقصه یک توجه برای از او بسا کریم یا مثلا خدا نقصه تلمت کریم. باز یک شعار بودم لعنت بر کسی که برقد بر کسی کار میکنن عدف دیگ داره برای دوی یک توجه بسا میکنن یا خیانت میکنن. در شهر کابل
6 میلیون انسان در اینجا زندگی میکنه، اما برای رهایشون، برای زندگیشون، برای فعالیتشون هیچ جای باقی نمونده. تمام زمین های دولتی در خود کابل و در عمومی کابل همگی غصب شده. بنان شهروندای کابل از این حالت بستو آمدن، به خاطر از اینکه هر غاصب زمین، هر مافیای زمین بعد به هزارها جریب زمینه، اما قسم که در تمام افغانستان غصب کردن، در شهر کابل هم شلوار کابل میگه که من 7000 نمره زمین از شلوارهای کابل خزدار هستم، اما من زمین ندارم که برای شما توضیح بکنم. زمین پیش کیست؟ زمین پیش غاصبای زمین که یک تعدادشون در خود پارلمان هستن و از انمی سیاست، از انمی پلیسی دفاع میکنن. بنان شهروندای کابل این غاصبین را نمیخوان، این مافیا را نمیخوان، حمایتشون را آمدن که از انمی شاروار که علیه مافیا، علیه غاصبین این مبارزه میکنن، میخواه که شهر کابل واقعا در اختیار مستحقین کابل قرار بدن. در این شهر باید مردم کابل، کسایی که اصلا خانه بسازن، شرک ها داشته باشن، زندگی داشته باشن، تمام زندگی را این غاصبین، این مافیا برای کابلی ها، برای کسایی که در کابل هستن دوزخ جور کردن. به این خاطر این امروز این همایش به این مناسبت است که جدا آواز اعتراض خود علیه کسایی که مافیا هستن، چی در داخل پارلمان، چی در دولت، چی در هر جایی که هستن، آواز اعتراض خود بلند بکنن و به این وضعیت پایان داده شود. به این مناسبت نمایندهش باعث یک آدم وطن پرست، باعث یک آدم خیرخواه، باعث کسی که میخواد که حق به حقدارش داده شود، برادر در این راستا مبارزه میکنه. امروز مافیا علیه هزو قرار گرفتن، توطئه میکنن که گویا شاروال خائن است. خائن چیست؟ خائن است که زمین مردم را میگیره، به حقدارش میسپاره. چهار وکیلی که از محتر ششتسیه تن نمیشه با ایشار کابل خبر نداره، از یتیم و بیوه خبر نداره. ما ایاره نمیخوایم، یا به زوری رای ما وکیل شدن در محترهای ششتسیه تمام بروز پتستن. اینا نصف بروز در دبی تیر میکنن، نصف بروز در شهر کابل تیر میکنن. ما ایاره نمیخوایم، ما آقای نواندهش میخوایم. آقای نواندهش شاوال زرسود شهر کابل است. ما شاروال میخوایم. ما همون تک نامش نواندهش هست، همون در شهر کابل ساخته. شما سعی کردن که جادای عمومی را سعی کردن که هیچ شاروالی در طول تاریخ کار نکده. ما همین شاروال هم میخواهیم. ما با پارلمان کشوری است که پارلمان قانونگذار است، قانون بسازد. بسیار کارهایی است که باید او را جمع جور بکنه. نه یکی یک آدمی که در 3 سال 4 سال با کف خدمت کرده که کل مردم خدمت شاروال کابل دیده. از این وکیل صاحب را تقاضا میکنیم که بسیار کارا در این وطن است، پشت یک کار دیگه بگردن، خود مصروفی کار نکنن که بانن که این وطن ما جور شد، آباد شد. از این قدر شاروال دلسوز واقعیت با ابتکار کار کن دیگه در تاریخ کابل پیدا نشده و نخواهد تام شد.